هرات با داشتن بیش از 800 آثار و آبده تاریخی از ولایت‌های باستانی کشور به شمار می رود. اما بیتوجهی در حفظ آبدات تاریخی باعث شده تا بیشترین آثار در معرض خطر فروپاشی قرار بگیرند. هراتیان اما خواهان توجه امارت اسلامی در این زمینه اند. در حصه آثار باستانی ولایت هرات باید سعی کوشش زیاد داشته باشه که هویت مملکت ما شمانه باید که بازسازی بشه، توجه جدی بشه، چون آثار و داشته های تاریخی هر کشور بزرگترین سرمایه و منابع ملی و کشور به حساب می آید. گرچه اقدامات شده ولی فکر می کنم کفایت نمی کنه و اقدامات بیشتر روی دست بگیره و بودجه بیشتر برای حفظ و نگهداری از آثار و آبدات تاریخی صورت بگیره. از آنجایی که هرات ساحات باستانی و تاریخی زیادی دارد، این شهر به یکی از مناطق مورد علاقه گردشگران داخلی و خارجی مبدل شده است. اما به گفته یگان فرهنگی، عدم توجه کافی برای حفاظت از آثار و ساحات باستانی از جاذبه و عواید صنعت گردشگری در این ولایت کاسته است. مرمت و مراقبت از بناهای تاریخی یک اصل عمده است که برای جذب گردشگر مفید واقع میشه. ما با مرمت و توجه به بناهای تاریخی، اول اینکه همون داشته هایی که از اجداد و نیاکان ما برای ما به ارث مانده اونا حفظ میشه، ثانیاً برای جذب گردشگر این بسیار مؤثر و مفید واقع میشه. با این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید بیشتر آبدات تاریخی این ولایت که در معرض خطر فروپاشی قرار دارند در ابتدا سروی و نظر به اولویت مرمت و بازسازی می شوند. از مسجد جامع تاریخی هرات گرفته شده تا مناره ها، تا کازرگاه شریف، تا بعضی ولسوالی هایی که نیازمند به مرمت و رسیدگی دارن، اینا به شکل اساسی ابتدا توسط تیم انجینری و تکنیکی ما سروی می شود و سپس اولویت بندی می شود و طبق بودجه دستاشته وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در مرکز انمو برای ترمیم از اونا اقدام می شود. مسجد جامع بزرگ شهر هرات، مناره ها، ارگ هرات، زیارت خواجه عبدالله انصاری و موجودیت صدها آثار و آبده تاریخی دیگر گواه تاریخ کهن این خطه باستانی است که به گفته یگان امور فرهنگی بیشترشان نیاز به مرمت و بازسازی دارند.